سلام دوستان، امروز میخوام 5 تا کتابی که کارفرنیا باید اونو بخونن بهتون معرفی کنم. اگه کانالمونو تا حالا سابسکرایب نکردین، لطفاً اونو سابسکرایبش کنین و زنگولش هم فشار بدید تا ویدیوهای جدید که اومد رو ببینید. اولین کتاب فروشگاه همه چیز هستش که توسط برادسون نوشته شده. فروشگاه همه چیز در مورد فروشگاه آمازون هستش که نویسنده این کتاب استفاده کرده از سابقه افرادی که در اونجا کار میکردن و کار میکنن و حتی از خانواده آقای بزوس هم کمک گرفته واسه نوشتن این کتاب. همچون که شب بعضیتون بدونین، آمازون کارش رو با تحویل پستی کتاب شروع کرد، ولی جف بزوس که بنیانگذارشه خیلی خیلی دوراندیش بود و به یک کتاب فروش قانع نبود و میخواست همه چیز رو تو این فروشگاه بفروشه. جف بزوس قبلا تو وال استریت کار میکرد و بعدش با اون ایده‌ای که به ذهنش رسید با خانومش اومد و این فروشگاه رو راه اندازی کرد. این کتاب بالا پایین‌های زیادی رو در مورد مشکلات کاری که انجام دادن در مورد آمازون بهتون میده و یه دید خیلی خوبی رو بهتون میده. کتاب بعدی، یعنی کتاب دوممون، چکلیست استارتاپ هستش که توسط دیوید استروز نوشته شده. این کتاب جز پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز هستش. این کتاب خیلی دید کاملی واسه راه اندازی استارتاپ میده و حتما پیشنهاد میشه قبل از اینکه یک کسب و کاری رو بخواید راه اندازی کنید حتما اونو مطالعه کنید. این کتاب ایده خام رو میگه چجوری اونو پرورش بدیم و یه برنامه و طرح توسعه محصول رو داشته باشید و همینطور میگه که ما در چه زمانی و چه کسی رو باید استخدام کنیم و چجوری پول جمع آوری کنیم و در زمینه آخرش ارزش گذاری استارتاپ ها هم مده گفته و واقعا کتاب کاملی هستش و به کسایی که حتما میخوان که یه بیزینسی رو راه اندازی کنن پیشنهاد میشه. کتاب سوممون کتاب استارتاپ شما هست. این کتاب هم مثل کتاب قبلی پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بود. این کتاب توسط سایت‌های خارجی برای کارآفرینان پیشنهاد میشه. نویسنده یه کتاب ریت هافمن و دوستش هستن که سال 2003 شبکه لینکدین رو ایجاد کردن. شبکه لینکدین برای اتصال افراد ماهر به همدیگه بود که همدیگر پیدا کنن و الان بیش از 100 میلیون عضو داره. کتاب چهارممون کتاب روک و راست باشید هستش از کیم اسکات. کیم اسکات دوست شری سندبرگ هستش. شری سندبرگ الان مدیر اجرایی فیسبوک هستش و در کارش خیلی موفقه و 2 تا کتابم داره که پیشنهاد میشه حتما اونا رو هم بخونید. این کتاب جز پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز هستش و بیشتر به درد مدیریت افراد و تیم ها میخوره و رفتار مدیر و نحوه تیم بندی مدیر رو بیشتر تو این کتاب بهش پرداخته و برای افرادی که میخوان تیم انتخاب کنن و مدیر گروه هستن حتما پیشنهاد میشه. کتاب بعدیمون کتاب لین استارتاپ یا استارتاپ ناب هستش. این یکی از کتابای خیلی خیلی خوب برای کارآفرینا هستش. تو این کتاب ایده اصلیش این هستش که وقتی میخوای بیزینسی رو ایجاد کنی، از یک محصول بسیار کوچک شروع کن به عنوان نمونه و اونو گسترش بده و بسیار سنگ بزرگی رو سعی نکنی اول کار بخوای برداری. این کتاب هم برای همه افراد پیشنهاد میشه که قبل از اینکه کسب و کار خودشون رو راه بندازن مطالعه کننش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون برامون زیر این ویدیو کامنت کنین و کانالمون رو سابسکرایب کنین. ممنون.